سلام، محمد هستم از تهران. 4 ماه الان تو آتن دارم زندگی میکنم. خب توی کشوری بزرگ شدیم که وقتی که دنیا میاییم، خب اختیار این که خودمون بتونیم دین خودمون رو مشخص کنیم یا انتخاب کنیم و نداریم. خب قاعدتا من توی خانواده مذهبی به دنیا آمدم، بزرگ شدم با اعتقادات خیلی شدید مذهبی و دین اسلام. چون توی خانواده میگم مذهبی بودیم، نه ماه رمضان رو روزمون میگرفتم. حالا نماز و بعضی موقع مثلا به خودم بودم تنبلی میکنم، اما مثلا روزه رو میگرفتم، بعضی موقع نماز میخوندم، تو مراسم های عزاداری و اینا شرکت میکردم. دوره رسید که خب من دیدم واقعا کسایی که خودشون مبلغ دینی هن یه کارهایی میکنن که واقعا با اون صحبتهایی که میگفتن و ما میدیدیم اصلا شبیه نبود. و من پیش خودم اون لحظه فکر کردم برای چی من مثلا باید پیرو اینجور آدم ها باشیم یا مثلا راه اینا رو دنبال کنیم. اون موقع شد که دل سرد شدم واقعا. بعد میگم خیلی کسایی رو میدیدیم که مثلا تو اسم مثلا میگفتن طرف خیلی آدم حاج آقای فلانیه، حاج آقای فلانیه، اما مثلا میدیدیم رفتاراشونو که میدیدیم با اون باورایی که خودشون داشتن به نظرم یکی نبود، کردارشون یکی نبود. ما یکی از اقوام بود که من خیلی تصادفی فهمیدم که مسیحی شدن. بعد یه موقعیتی پیش اومد که تونستیم چند دقیقه با هم صحبت کنیم و من سوال کردم ازش که مثلا چی جوری و اینا، چون اون دوستی هم که ما میشناختم اون فامیلمونو، اونم توی وقتی که تو ایران زندگی کرد خیلی مذهبی بود، خیلی مذهبی بود، برای همین برام خیلی تعجب داشت و خیلی سوال برانگیز بود که چطور میشه این آدم مثلا مسیحی شده. باش صحبت میکردم و اون منو تشویق کرد که فکر کنم، دربارش تحقیق کنم اول. بعد اون باعث شد که من اولین بار اون جرقه مسیحیت تو ذهنم بخورم. بعد از اینکه با این دوستمون صحبت میکردیم، میگم خیلی سوالای خیلی زیادی تو سرم بود. بعد تونستم وصل بشم به یک کلیسای خونگی و تو جلساتشون شرکت میکردم. خب روزای اول که میرفتم واقعا اصلا نمیدونستم دارن چی کار میکنن، چیه حسن، درکش برام سخت بود. اما کم کم باشون آشنا شدم و خیلی دوست داشتم. وقتی مثلا وارد جلسه میشدیم مثلا درباره مشکلات هم صحبت میکردن، برای اینکه حالا این مشکلات برطرف بشه دعا میکردن، یا کسایی که میتونستن حالا تا حد مثلا اون مشکل رو برطرف کنن مثلا کمک میکردن و اینا. خیلی برام جذاب بود، خیلی دوست داشتم و کم کم خب روم تأثیر گذاشت و کم کم احساس میکردم که حالم بهتره وقتی مثلا میرم تو جلسه شرکت میکنم، کلام رو میخونیم. وقتی میومدم از جلسه بیرون احساس میکردم حالم خوبه. بعدش دیگه بعد از چند وقت که تو جلسات که شرکت میکردیم حالا کلام رو میخوندیم، دیدم که خیلی فرق هست بین اسلام و مسیحیت. ما تو اسلام یه باورایی داشتیم که تو مسیحیت کلن اصلا همه اونا رو نقض میکرد و اصلا میفهمیدیم دنبال سالها زندگیمون به نظر خودم بیهوده گذشت به خاطر یه باور خیلی غلط. آره میگم به خاطر اون فضای فیلترینگی که تو ایران بود، خب تحقیق و اینا خیلی سخت میشد.
بعد چند تا فیلم به هم معرفی کردن که درباره مسیحیت بود. اون فیلم ها رو دیدم و تونستم با استفاده از کمک از چند تا از دوستان یه سرچی هم توی اینترنت داشته باشم درباره کلاً دین مسیحیت، کتاب مقدس، و میگم که اون باعث شد خیلی کمکم کرد. من تو مسیری که از ترکیه به آتن یونان داشتم، یه مسیر خیلی سختی بود. من 21 روز پیاده روی کردم و وقتی که رسیدم اینجا کسی باورش نمیشد. تقریبا 4-5 روزش بدون آب و غذا بود و خیلی سخت. من خودم اسمشو میذارم معجزه. احساس کردم که تو زندگیم برام اتفاق افتاد بعد از اینکه از ایران خارج شدم. یکیش این راهی بود که اومدم، این 21 روز پیاده روی که واقعا خیلی سخت بود و به هر کی میگفتم باورش نمیشد. با اینکه تو جلسات توی ایران، تو جلسات و کلیسای خونگی شرکت میکردم، باز هنوز اون حسی که مثلا داشته باشم رو به عیسی مسیح، به مسیحیت نداشتم. و موقعی که درست توی اوج ناامیدی و شرط خیلی سختی بودم، عیسی مسیح رو صدا کردم و باورتون نمیشه اون لحظه حسش کردم، حضورش رو لمسش کردم و با تمام وجودم اون لحظه ایمان آوردم به عیسی مسیح. خیلی تاثیر داشتم. میگم اولین چیزی که من تو خودم احساس کردم اون آرامشی بود که توی زندگیم و توی وجود خودم ایجاد شد. باورتون نمیشه اما موقعی که من دین مسیحیت رو قبول کردم و با تمام وجودم ایمان آوردم، حضور عیسی مسیح رو تو زندگیم دارم حس میکنم. برکتی که تو زندگیم داده رو دارم حس میکنم، میبینم. ببینید، خب من وقتی خب خانواده‌مو تو ایران ترک کردم بدون هیچ پشتیبانی مالی، بدون هیچی، با این همه خب مشکلاتی که تو ایران هست، خب ناخودآگاه تو تمام فکر آدم اونجاست که خب چه اتفاقی برای زن و بچه آدم میفته. کسی هم نداشتم که مثلا بخوام مثلا زن و بچه‌مو بسپارم بهش، مثلا شما حواستون باشه اینجوری اونجوری. اما میگم از موقعی که من الان تقریبا 5-6 ماهه که ایران رو ترک کردم، 4 ماه الان توی یونانم، خدا رو شکر، خدا رو شکر به لطف و برکت عیسی مسیح تا حالا مشکل مالی برای خانواده‌ام به وجود نیومده. همینجوری درا پشت درا داره باز میشه پشت سر هم و خدا رو شکر میکنم. خیلی خدا رو شکر میگم. من قبل از اینکه با دین مسیح داشته باشم، اصلا همچی آدمی که الان جلوی دوربین شما نشستم نبودم. یه آدم خیلی عصبی، با کوچکترین چیزی ناراحت می شدم، پرخاش می کردم، دعوا می کردم. و الان این حس و این حالی که الان دارم خیلی دوست دارم. من میگم که اگه واقعا میخوایم نجات پیدا کنیم، باید به عیسی مسیح ایمان بیاریم. به نظر من خودم رو میگم، بقیه دوستان رو کار ندارم، اما به نظر من اون چند سالی که بیهوده و به خاطر یه چیزایی که مثلا پدر بزرگ ما دنبال میکردن، ما هم همون راه رو ادامه دادیم، یه باورهای غلط که خیلی جا تو زندگی شخصیمون بهمون صدمه زده، لطمه زده و خودمون متوجه نبودیم. فکر کنم نجات اینه. برای من این بوده.